بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام ارزو دارم جور صدمن باشین شاگرد عزیز گرانقدر قدر تشکر که در رو تقیب میکنین و خداوند توانایی ذهنی و جسمی شما را افزایش بده بتا که بتانین هم خوب یاد بگیرین و هم خوب کار کنین بر وطن ما تصمیم ما این بود که در سای 7 تا دوازده بخیر ثبت شود کسایی که مکتب رفتن هم میتونن استفاده کنن و کسایی که در مکتب خوب یاد نمیگیرن استفاده کنن و تمام مزامین و خیر تصمیم داریم خدمتتان آماده کنیم که یک کمک در سا به تاخیر نشر میشه علتش ایست که به تنهایی پیش میبریم یعنی ما این پروسه بدون همکاری کدام موسی و یا سیستم سازمانی پیش میبریم و یک تعداد افغان های ما که بسیار اندک هستند شما است وعده همکاری دادن و یک تعداد همکاری کردن ولی آرزو دارم که قافله بیشتر شود به هر صورت دوستان نازنینم یکی از مزامینی که مورد بحث ما است مضمون تاریخ است تاریخ سن هفته خدمتتان کردم نوبت تاریخ سن رشد البته قصد ما درس رسمی تاریخ نیست در صلاحیت ما هم نیست ولی هم که در کتاب گفته شده ای که به دماغ بعضی های ما خوش میخوره یا بد میخوره با واقعیتان از نزدیک نیست با اوش ما کار ندارم فقط یک درس مکتب بر شاگرد مکتب بیان میکنم دیگه این که چقدر از اعتبار برخوردار است این قضای تاریخی و که کار ندارم مورد تاریخ دانایی بزرگوار ما میفهمن ولی ایرادی هم که وارد است که چی کار داری که تاریخ ما منیس یک فارغ مکتب بر شاگرد مکتب دوباره این درس ها را بازگو میکنیم یعنی وقتی من میگم مثلا دوازده فارغ هستم باید سن اول تا هزار دیگه بلد باشیم فقط بینیم یک دلیل خود جرات میتیم باشیم ولی روزی که بخیر استادای تاریخ به خوبی درس‌ها را تشریح کردن ما میتونیم درس‌های خود پس دلیت کنیم اونا رو جاگزین بسازیم به هر صورت کشور ما مکانهای تاریخی بسیار خوب داره ولی ای کاش محافظت شوه دیگه اوش جای افسوس است که اکثرش خراب میشه تاریخ صنف اشتم بسم الله الرحمن الرحیم در تاریخ صنف اشتم دوستای نازنین موضوعات جالب است فصل اول افغانستان و اسلام یعنی در اول ورود اسلام به افغانستان می خونیم در سه دو موضوع افغانستان در دوره اموی ها در سه موضوع افغانستان در دوره عباسی ها در چهارم تاثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان بر یکدیگر که بسیار جالب است فصل دوم حکومت‌های های مستقل اسلامی افغانستان است که در اینجا در درس پنجم تاهیریان، سفاری، سفاریان و سامانیان می درس ششم غزنویان و سلجوقیان در درس هفتم غوریان و خارزم شاهیان در درس هشتم مغولان، تیموریان و آل کرد که اینا دیگه خوب است که کل ما و شما یک کمکی آشنا باشیم چون تاریخ کشور ماست دیگه فصل سیم روابط افغانستان و کشورهای همسایه قبل از رستاخیز قندهار است که در درس نهم نه شیبانی ها و استراخانی های ماورا و نهره مورد بررسی قرار داده در دهم ده بابریان هند در دهم، صفوی های ایران و فصل چهارم رستاخیز قندهار است که درس دوازده هم ما میشه قیام قندهار در سیزده هم جانشینان میرویس خان فصل پنجم تاریخ کشورهای همسایه در قرون وسطا و جدید است که درس 14 ما ایران در قرون وسطا و جدید درس 15 ان در قرون وسطا و جدید درس 16 روسیه در قرون وسطا و جدید و درس 17 چین در قرون وسطا و جدید اینا را که خواندیم میتونیم با کشور خود مقایسه کنیم که اینا کجا رسیده و ما کجا رسیدیم چی تفاوت بوده فصل ششم تاریخ اروپا را مورد بررسی قرار دادن به نظر من بحث های جالب است دیگه که در درس 18 هم حوزای عمومی اروپا در قرون وسطا 19 هم جنگ های صلیبی درس 20 هم رنسانس در اروپا درس 21 هم تحولات در عرصه علم و, عدب و فرهنگ درس 22 هم انقلاب های بزرگ در اروپا و فصل هفتم تاریخ امریکا را مطالعه می کنیم که در درس 23 هم تمدن مایا هاست در 24 هم تمدن آستک هاست در پنجم تمدن اینکاست در 26 ششم کشف امریکا و آغاز ماجرت هاست در 27 م استقلال ایالات متحده امریکاست که این امینا مورد بررسی است و به نظر من جالب بود به نظر من جالب بود ایچه اگر بدون درس مکتبان باشه ای خوب است که یک بار ما و شما بشنویم چی گفته حداقل یک مبانی و مقدمی به این موضوعات میشه باز کسایی که علاقه مند تاریخ هست میتونه از کتاب بسیار خوب و بزرگ تاریخ اینا رو تعقیب کنه فصل اول افغانستان و اسلام شامل درس های زیر است البته یک چیز باید بگویم که درس که من برتونی را میکنم ایتو نیست که درس اول ما مطابق درس اول مکتب باشه شاید ما چند درس مکتب در یک درسم یا به یک درس مکتب خلاص نتونم در یک درس مکتب تون در دو در درس ما شامل شوه بس ما اون نیست او را آینده برش فکر میکنیم ولی فعلا ما یک کلیات افتا دوازده میخوایم میخواییم که آشنا شوین با ما باز بعدا سر از یک سیستم درسی چطور باشه یک تاریخ خوب چطور باشه یک بیولوژی کتاب خوب باشه و بس جدا ما فعلا تلاش ما ایست که تا ختم همی سال 1401 بر کسایی که مکتبایشان بسته است مخصوصا دخترها درس ها برسه خب در درس گفته ورود اسلام به افغانستان اوزای افغانستان در روزگار اموی ها اوزای افغانستان در روزگار عباسی ها تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان بر یکدیگر دیگر را مورد بررسی قرار میدیم اهداف فصل اول چیست؟ ما چه چی هدف داریم از اینجا؟ یک آشنا ساختن شاگردان با اوضاع عمومی افغانستان در آستانه ظهور اسلام و چگونگی انتشار دین اسلام در کشور با این موضوع آشنا شود که وقتی اسلام نامده بود ما چی حالتی داشتیم که دستان ففتم در این مورد صحبت شد وقتی اسلام آمد چطور آمد چطور انتشار پیدا کرد در دوره کدام خلیفه اسلام با کشور ما اسلام آمد دو ماشنا ساختن شاگردان با آوزای عمومی افغانستان در روزگار اموی ها و عباسی ها که دو سلسله بسیار بزرگ در تاریخ اسلام بوده وسیع ماشنا ساختن شاگردان با چگونگی تعامل و داد مسلمانان عرب و مردم افغانستان در سه قرن نخست هجری را در ای درس ما و شما آشنا میشیم در سوال ورود اسلام به افغانستان مسجدی را که دیگه شما امرای شاشناستین کسایی که در کابل است تقریبا اگر روز نباشفتی یک دفعه سرک اه تیر میشن مسجد شاه دوشمشیره و کفترکایشون یگام تا که دانم اندازن بشه آیا میدانید اسلام چگونه به افغانستان وارد شد و چرا مردم مملکت ما دین آسمانی اسلام رو پذیرفتن میفهمین اگه نمیفهمین به این که بخونیم چی رقم بودن اوزای افغانستان در انگام ظهور اسلام افغانستان در زمانهای نزدیک به ورود اسلام از جنبه های مختلف زندگانی اجتماعی آماده یک تحول اساسی شده یعنی بعضی وقت اجتماعات به جایی میرسن که دیگه تحول ناگزیر است که باید بیه یعنی شرایط متشنج می اقتصاد به هم نمی باشه عدالت نمی باشه این یاد دست به دست هم می یک تحول با وجود می ره. مثلا در کشور ما حکومت قوی که ولایات و مناطق مختلف را زیر اداره داشته باشد نبود یکی از دلایل نبود یک حکومت قوی بود که دیگه مردم به این نتیجه رسیده بود که یک تحول باید بیایه چون یک دولت مرکزی و قوی نبود و هر بخشان توسط کمرانان جداگانه اداره می شدن که بعضی وقت ما و شما دمی زندگی خود ما دمی دورام پیش چشم خود ما تیر شده که مثلا یک نفر در یک سمت امپراتور بود یکی پلنگ فلانه جای بود یکی قاب فلانه جای بود اونم در ولایت خود دیگه اونم اومدم حکمرانی میکرد زور ارگام نمیرسید اختار و مختار رو میدیدین کار کدامش میگفت مری یک روز وقت بدین اگر کی وقت بده با دارای خود میگفت اگه مرا فلان جنا خارجی های اجازه بده یک روز عرگم میگیرم یعنی همی هم فکر نمیکردیم که چقدر نظر حیثیت آدم خرد نشون میده یعنی ریسپون مددستی یک کسی است اگه می لای مدد میدیم دیگه سر زوش نمیریم خب مقصد پیش چشم مام یه تیر شده که تگونه می که آماده یک تحول می دیدن کشوره و تحولات هم واقع می او وقتا می تو بوده که یک حکمرانی قوی نبوده در شمال کشور ترکان حکومت میکردن در جنوب اندوکش رد بیل شاهان فرمان روایی رو داشتن در غرب نیز والیان وابسته به سانیان مردم را به زیر فرمان خویش داشتن سوال اول که من میتونم از شما طرح کنم شاگردای نازنینم این است که در انگامه ظهور اسلام یعنی پیش از اینکه اسلام بیاد در اون در کدام قسمت ها قسمت های کشور ما کی ها حکومت میکردند یا صلاحیت داشتن حداقل شما میگین در شمال ترکان در جنوب ندوکش ردبیل شاهان در غرب هم وابسته به ساسانیان متوجه شدیم اینجا رفز میکنیم از لحاظ اجتماعی نیز وجود طبقات و اعتقادات به اصالت خون و نجات مردم را با مشکلاتی روبرو ساخته بودند از لحاظ اجتماعی هم برابری نبود به این نتیجه نشسته بودن ما انسان هستیم برادر هستیم برابر هستیم نه بعضی خود نسل برتر فکر میکرد دیگرا را حقیر فکر میکرد ما مثلا از نسل هستیم، اصل هستیم خون ما برتر است و در طبقه اول هستیم شما ای که از نسل فلانیستین خوار هستیم تشکیل خانواده نیز اساس استوار و محکمی نداشت یکی از مشکلات دیگه خب یکی مشکلات طبقاتی و اعتقادی بود یکی هم مشکلات خانو... تشکیل خانواده بود که به صورت درست نبود یعنی ایت یک سوال میشه که پرسان کنیم که کدام دلایل سبب یک تحول در افغانستان در انگام ظهور اسلام بود یعنی کدام چیزا دست به دست هم میداد و ما را پیش بین میساخت که یک تحول واقع میشه میگین نبودی یک حکومت مرکزی؟ داشت نبود حکومت قوی حکومت قوی یک دومین گپ طبقاتی شدن طبقاتی بودن افغانستان که از نظر اعتقاد و خون و سیوم نبود نبوده خانواده مستحکم و درست اینی مشکلات برزن ستم روا داشته می شد از نظر دینی نیز مردم بخش های مختلف مملکت ما دین های جداگانه پیروی می کردن. خصوص دو دین بودایی و زردشتی پیروان و طرفداران زیادی داشتند این یک سوال دیگه هم اگر پرسان کنیم که قبل از اسلام دو دین دو دین پرطرفدار پرطرفدار در افغانستان کدام بود میگین بودایی و زردشتی پیروان و طرفداران زیادی داشتند آفتاب پرستی نیز رواج داشت از سوی دیگر به دلیل رواج ستم از سوی زورداران و صاحبان مقامات بالا و نبودن عدالت سرخوردگی و نارضایتی زیادی در میان عامه مردم مشاهده می شود دلیل دیگه که افغانستان آمده تحول بود زورگویی نبود عدالت بود در چنین اوضاع و احوالی بود که آوازه اسلام به سرزمین ما رسید دینی که همه را به خدای یگانه وحدت آزادی عدالت و برابری فرا میخواند به زودی مجاهدان و دعوت کنندگان این دین خود را به مرزهای مملکت ما رسانده از یک طرف اوزای کشور حالت نام داشت از یک طرف خوبی های دین اسلام خواهر کسی که در یک هر انسان خوبی را خوش دارد و وقتی در ستم می هنوز نیاز مثلا عدالت نیست ما نیاز به عدالت می داشته باشیم ظلم و زور است نیاز به برابری داریم ای اینی چیزها را مبلغین دین اسلام هم گفت که دین ما دنبال عدالت وحدت برابری برادری و ایناست در نتیجه اونا متوجه میشین که دیگه زمینی یک تحول آماده است عنوان دوم داریم انتشار دین اسلام از عنوان اول بحث فهمیدیم که در انگام ظهور اسلام افغانستان در حالت متشنج بود هرکس در جای کمروایی میکرد عدالت نبود برابری نبود بعضی ها خدا برتر میدانه ظلم زور صورت می گرفت و دین مختلف بود اینا کلش فرقه ها و طبقات و نفاق نشان میده و از یک طرف هم اسلام پیام خوب داشت به زمین زمینه انتشارش فراهم شد به ببینیم در زمان کدام خلیفه اسلام به افغانستان آمد پیشروی مسلمانان به جانب افغانستان که دو خراسان نامیده میشد از زمان خلافت حضرت عمر و الله آغاز یافت پس از نیشاپور هیرات اولین شهری بود که به تصرف مسلمانان درآمد این که می می ما میفهمیدیم شاید بعضی ما نمیفهمیم که اولین شهری که در افغانستان به تصرف مسلمانان درآمد کدام بود هیرات شهر فرهنگ و تمدن سپس شهرهای دیگر نیز به دست سپای اسلام افتاده بخصوص پس از سال چلی یک هجری قمری که معادل 661 میلادی است این پیشروی ها فزونی یافت و شهرهای زیادی از کشور ما به تصرف مسلمانان درآمد اما رواج و گسترش کامل اسلام زمانی رخ داد که عناصر و نیروهای از داخل مملکت ما مانند سفاریان سیستانی کمر به حمایت و نشر آسمانی بستند وقتی که باز در خود کشور طرفدار پیدا کرد دید باز او وقت خوبتر انتشار پیدا کرد ولی حالی بحث مایی که از زمان حضرت از عمر شروع میشه پیشروی به طرف افغانستان و اول شهری که مسلمانان نورا تصرف میکنن هرات است با تعقیبش در تمام شهرها گسترش پیدا میکنه ولی خدمات خوبش توسط امی عناصری که از درون مملکت مسلمان میشن و بر دین کار میکنن دین گسترش پیدا یک فعالیت داخل سم داده شاگردای نازنین ما خور برادر دارین، نم سن سالتون تقسیم شوین گروه اول اوضاع افغانستان در انگام زور اسلام توضیح داد گروه دوم چگونگی انتشار اسلام اونا بود یک طبقاتی بود و ظلم و زور بود و شعبات مختلف بود و حکومت مختدر نبوده دیگه این سوال چهار چهار سوال هم تقدیم به شما که درس شما و شما دیگه خواندیم این چهار سوال شما جواب بدید که در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسان حکومت میکردن دین هایی را که پیش از اسلام در کشور ما رواج داشت نام ببرید مثل بودایی و زرتشتی و آفتاپرستی به نظر شما چرا در کشور ما مردم از اسلام استقبال کردن اونو دلایل تا نمیگین که بیان های خوب داشت و از یک طرف هم اوضاع خراب بود چرا شماری از مردم ما در برابر و کام عرب دست به قیام زدن هر کس در مقابل تغییر بعضی وقت اساسیت نشان میتوه و بعضی وقت هم اگر از طرف کدام حاکم اما عدالت اصلی رو فراموش کنه مردم به بغاوت میه قاید است در اول کتاب بود دوستای نازنینم که گفتیم شما میتونین باز ویدیو رو توقف بتین درس دوم بدن ببینین ولی ما چون اینجا محدودیت داریم کمره باید یک روز بیام ما چند درس ثبت کنیم به او خاطر درس دومم تشریح میکنم درس دوم اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها وقتی اموی ها حاکم شدن اوضاع افغانستان چی حالت داشت خب دوستای نازنینم وقتی هم که گفتیم افغانستان به نام خراسان یاد میشد. سوال کرده در مورد خاندان اموی چی می دانید؟ آیا اطلاع دارید که اسلام در زمان اموی ها گسترش زیادی یافت؟ اگر نداریم به این خاندان اموی یکی از خاندان های قریش است اگر شما پرسان می کنید نسبشان چطور است؟ قریش است آنان از سال چلی یک قمری یا معادل 661 میلادی خلافت اسلامی را به دست آوردند و برای 90 سال در جهان اسلام حکومت براندن. سوال می از پیش ما که خان... شما می تونیم سوال که را یاد داشت خاندان اموی ها مربوط به کدام طایف است میگی قریش سوال دوم چه وقت خلافت اسلامی را بدست آوردن میگی چلی قمری یا 661 میلادی بعدش سوال میکنه امیوی ها چند سال حکومت کردن 90 سال اسلام در زمان امویان گسترش زیادی یافت در روزگار آنها اسلام بیشتر نقاط افغانستان را فرا گرفت و توایف مختلف عربی نیز از جزیره العرب به خراسان یا افغانستان امروزی کوچیدن آمدن به افغانستان که بعضا شما اونجا داریم دیگه بعضیا از پسوند و پیشوند نامایشان هم ها شما میفهمین که اینا عرب ما عربی هستن که کوچ کردن و به افغانستان آمدن خب باز عنوان آورده قیام یحیی بن زید مردم افغانستان در بس و ازالات از قیام های ضد عمرای عموی که مخالفین سیاسی آنها به شمار می رفتند پشتیبانی کردند یکی از این قیام ها قیام یحیی پسر زید از اعضای خاندان بنی هاشم بود که در جزجان صورت گرفت می توان از ما سوال کنه قیام یحیی در کجا صورت گرفت در جزجان یحیا در سال 126 قمری یا 744 میلادی به امرای 120 نفر از یارانش کشته شده قیام کردن ولی کشته شدن ابو مسلم خراسانی عبد الرحمن ملقب به ابو مسلم ابو مسلم خراسانی یکی از شخصیت های معروف خراسان است وی در سال 100 قمری یا 719 میلادی در سفیدنج جوزجان متولد شد پس از شهادت یحیی بن زید ابو مسلم خراسین رهبر قیام بر ضد ها را به دست گرفت و روز عید فطر سال 129 قمری که معادل 747 میلادی است در سفیدنج پرچم امی ها را پایین نمود و در عوض در دیگه پرچم بالا کرد حتما ظلم ستمی بود ناملایمت احساس میکردن خود سازگار نمیدن با شرایط اقدام میکردن که حکومت از بین ببرد. پرچم عباسیان را که رنگ سیاه داشت بلند کرد پرچم عمویو بیرق امویا را پایین کرد از عباسیان را بلند کرد در با قدرت رسیدن عباسیان نقش بسیار عمده داشت هرچند امرایش بعدا جفا کردن و خب قدرتمندا در تاریخ اکثرا ثابت شده سیاست و سیاست مداری و قدرت اکثرا با ظلم و ستم و فریب و اینا هم بوده متاسفانه انصر اخلاقی کمتر دیده شده اگر کدام وقت حاکم با اخلاقی جایی دیدین بسیار اترام شده داشته باشین وای با کمک مردم شهرهای مشهور افغانستان را یکی بعد از دیگری گرفت ابو مسلم سرانجام نیروهای دولت اموی را شکست داد و به سال 132 قمری که 750 میلادی خلافت را به شاخی عباسی ها انتقال داد اما منصور خلیفه عباسی که از نفوذ و در میان مردم خراسان حراس داشت سرانجام در 137 قمری که معادل 755 میلادی از باهیله او را کشت عمر ابو مسلم در این انگام 38 سال بود سرلشکر بود پالوان بود ای منصور که خلیفه عباسی بود وحشت کرد که آدم ق نفوذ داره کدام وقت علیه ما بغاوت نکنه بنان تصمیم گرفت که از بین ببره که باز هم شما دمی زندگی روزمرام دمی تاریخ بدن هم میخونین برادر برادر میکشه و بعضی سرلشکر بوده دمی جنگا که از جبهه خودش از پشت کشته شده که این آدم مثلا یک جایگاه داشته که بدبختی و متاسفانه در بین سیاستمدار و قدرت دارا است امیر فولاد و امیر کرور امیر فولاد از عمرای غور در مرکز افغانستان بود خب از اینجا یک سوال که مثلا در مورد قیام ابو مسلم خراسانی توضیح دهید میگن قیام کرد بیرق عباسی ها را بلند کرد از همه را پایین کرد عباسی ها را به قدرت رساند ولی بعدش توسط خلیفه عباسی و نام منصور کشته شد خب امیر فولاد از عمرای غور در مرکز افغانستان بود میتونه سوال کنه از ما که امیر فولاد کی بود میگه از عمرای غور بود وای نیست چون شنید که مردم افغانستان به دوره ابو مسلم خراسانی جمع شدن به پا خواست و با گرد آوردن مردم غور در نهضت عباسی شرکت کرد بعضی وقت انسانهای ترست که یک محور کار دارن یک نفر که باز بلند شود دیگران جرات میگیرن امیر کرور فرزند امیر فولاد است وی نیز در نهضت عباسی سهم فعالی گرفت و پیروزه های زیادی را به دست آورد وی همچنین مرد دانشمند و شاعر بود و گویند اولین شعر پشتو پس از ورود اسلام به افغانستان را او سرود است حالی کم کم به یاد مانده در پت خزانه در موردش آوردنی اولین شعر پشتو خب با سوال کرده که دو گروپ شوین و سوال جواب کنین ابو مسلم خراسانی در کجا متولد شد و چون برزده کی قیام کرد خانه خالی ها را پر میکنین هم ها درس سوم شما میترین درس دوم توقف کنین امور خوب برداشت کنین ولی آسان بود دیگه موضوعات بسیار ساده بود بسیار مختصر گذاشته دیگه اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها ولی عباسی ها به قدرت رسید ببینیم که عباسی ها چی کار کرده شما این نقشه رو با نقشه قبلی باز مقایسه کنید ببینید بزرگتر شده خراسان یا کوچکتر درباره خاندان عباسی چی میدانید آیا اطلاع دارید که آنها به حمایت مردم افغانستان به خلافت رسیدن میخوانیم عباسی ها منصوب به حضرت عباس کاکای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند و از شاخه هاشمی قریش به حساب میآیند بنی هاشم است خاندان عباسی از اواخر قرن اول اجری وارد میدان سیاست شدند و چون از اوضاع نارام خراسان آگاهی یافتند در سال 109 قمری که معادل 727 میلادی است داعیان و مبلغان خود را به این سرزمین فرستادند هایکاش کاش قدرت و قدرت پرستی در بین انسان ها و مخصوصا در بین مسلمان ها رواج نمیافت و اخلاق مداری و شایسته مداری می بود خود ما می که با تقواتر و مسلمانتر و خوبتر سموره به دورش جمع می شدیم. اما متاسفانه قدرت و چوکی و پول بسیار نسانه را خراب کرد خب بر صورت عباسی بنابر نارضایتی هایی که داشتن یا خود مستحق می دانستن به ضد اقدام کردن ولی جای مناسب که دیدن خلاق است او افغانستان بود یا خراسان مردم خراسان افغانستان که نسبت به رفتار بعضی از حکام همهوی بدبین بودند از نهضت عباسی حمایت کردند عباسیان با جانفشانی و مبرزات مردم ما به سال 132 قمری که 751 میلادی به خلافت رسیدند روزگار فرمانروایی عباسی ها 523 سال طول کشید بسیار زیاد ۵۲۳ سال و سرانجام در سال 656 قمری که معادل 1258 میلادی از خلافت آنها توسط مغولان به پایان رسید درست شد اموی را عباسی ها به کمک مردم افغانستان شکست دادن باز عباسیا حکومتشان را حکومت کی از بین برد؟ مغلا از بین بردن برمکیان در اصل از فرزندان شخصی به نام برمک می باشد برمک از وزرای آرون رشید بود برمک موبد یا روحانی یا تشکده زردش نوبهار بلخ بود اولین شخص مشهور این خاندان خالد به سر برمک میباشد که بایس وزیر ببخشید به سرش وزیر بود نه. وزیر مشاور منصور بود خواه. خالد به سر برمک می باشد که بیسی وزیر مشاور منصور بود برمکیان از فرزندان برمک است که از نامشونه پیداست ای از روحانی های آتشکدی زردشتی بود و اولین شخص مشهور این خاندان خالد به سر برمک بود که بیس وزیر و مشاور منصور منصور عباسی نیست کار میکرد پس از خالد یحیا این یحیا یحیا عدف ما بود که فرد دانشمن و صاحب نفوذ این خاندان به حساب میاد او از طرف مهدی خلیفه عباسی ماموریت تربیت آرون رشید گرفت استاد آرون رشید شد و پس سپس در حکومت آرون رشید تمام امور خلافت عباسی را به دست گرفت و به امرای دو پسرش برای آنها کار میکرد یحیا آرون رشید دو تا پسر داشت امین و مامون که یکیش مربوط زنش که عرب بود یک مربوطه مربوط زنش که از خراسان بود و یه یا و پسرایش با طرفداری امی مامون چون بر از اینا خارزاد خیل بود تلاش میکردن و ای سپس در حکومت آرون رشید تمام مور خلافت عباسی را بدست گرفت و همراه دو پسرش برای آنان کار میکرد چندی بعد آرون رشید بر ایشان بدگمان شد و به سال 187 قمری که معادل ۸۳ میلادی است دستور داد جعفر فرزند یحیی را کشتند و خود یحیی با دیگر ازای فامیلش را زندانی ساختند تمام اموال برمکیان را نیز ضبط کردند پس از این واقع شخصیت دیگری از میان برمکیان بر, بر نخواست خب دیگه نباز شما خودتان تاریخ بخونید من کم کم بیاد آمد اشاره کردم چون ما فرصت آماده گرفتن نداریم این را باید مزرد بخوایم کم پیش از پیش آمادگی به این درس نمیتونم من بر یک درس باید اینمی تاریخ که یک استاد درس میته تاریخ اصلی را که کل از درس مشرح باشه بخونه و دلایل بر شاگردا گفته بتونه ما را معذور بدارین فعلا دیگه همه قدر که خدمتتان گفتیم که اون برمکی از اولاد برمک بود و از زمان منصور خالد کار کردن امرایشان شروع کرد امرای عباسی بعد ها بعدش یحیاب خالد استاد آرون رشید شد و بعدش اون بدگمانی هایی که ایجاد شد که فکر می کنم تلاشی بود که بعد از آرون رشید همی صلاحیت به مامون برسه مامون از خیلی خیلیشان بود در نتیجه این تو مشکلات فکر میکنم که با وجود آمد که سبب از بین رفتن از این خانواده در سیاست شد بس خودتان بیشتر بخونید فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها. از لحاظ فرهنگ و ادب افغانستان در دوره عباسی ها شاهد درخشش شخصیت هایی بود که با پدید آوردن آثار علمی و ادبی نام را در تاریخ کشور ما ساختند مانند محمد احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر خراسانی که در ریاضیات تالیفاتی از خود بر جا گذاشتند ابو معشر جعفر بن محمد بلخی ریاضیدان مشهور که حدود دوازده کتاب تالیف کرد بشار بن برد تخارستانی که در شهر عرب شهرت فراوان یافت ابو زید احمد بن سهل بلخی عدیب متکلم فیلسوف و جغرافیادان از سرزمین بلخ بود ابو زید در علم جغرافیا و فلسفه کتابهایی را تعلیف کرد ابو محمد آشم ابن زیار زیار سروانی که در شعر عرب کتاب نوشت این یا از بزرگا بود یعنی اگر از ما باز یک سوال شود که علمای کشور ما در دوره عباسی ها کیا بودن شما از این بزرگا میتونین نام ببرین خب یک تعداد سوال ها و فعالیت ها داده که شما خودتان باز کار کنین دوستان نازنین درس چهارم هم میمانیم که براتان زیاد نشه اما قدر شما بخونین و بین خود گفتگو هم کنین یک کلیات موضوع هم فهمیدیم که چطور زمینه فرام شد مسلمان ها و بعد افغانستان بیاین عمویا چطور حکومت کردن چطور شکست خوردن عباسی ها چطور و خلاصه کلیات موضوع رو فهمیدیم باز بخیر در درس دوم در مورد از که چی تعمل آمد مسلمان ها بالای عرب ها بالای افغان ها و افغان ها بالای عرب چی تا سیراد داشتن نقش نقش افغان ها یا از امی خراسان سرزمین در گسترش اسلام و شناختاندن اسلام چقدر بود و حتی شما می فهمین که اکثر همی حدیث نویسها و کتاب بسیار معتبر حدیث توسط همی مردم کشور ما نوشته میشه به در گسترش اسلام بسیار نقش داشتیم از توجهتان سپاسگزار هستم زنده و سلامت باشین تاریخ مضمون جالب است ما بنابر مصروفیت نمیتونیم ولی شما خودتان لطفا تنها به این درس اکتفا نکنین کتاب های تاریخ اصلی ها به دست بیارین و زیادتر در این مورد بخونین تا درس بعدی خدا یار و یاورتان باد.